درود بر شما، شهر جرمنش هستم با یکی از ویدئوی یک اسوانی در کالیفرنیای آفتابی. و همین الان یاد این خاطره که میخوام براتون بگم افتادم خندم میگیره، کم خنده اما بخواهم بتونم راحت صحبت کنم. سالش دقیقا نمیدونم، حالا تابستونی بود که ما اول دبیرستانمون تموم شده بود و یه ناظمی داشتیم اون سال به نام آقای سلیمانی که باهاش تموم کرده اون سال و هلوش سال 1300 و 76 من دیپلم گرفتم، میشه 72 اینا. یه آقای سلیمانی تازه شده بود ناظم دبیرستان ادب. دبیرستان ادب، حالا برام داستانی که اهل اصفهان نیستن نمیدونن، یکی از با افتخارترین و با قدمتترین دبیرستانهای استان شهر اصفهانه و خیلی نخبه علمی، نمیدونم مدیران صنعت، نمیدونم دکتر مهندس به جامعه معرفی کرده. و تا قبل از آقای سلیمانی مثلا یه ناظمی داشت به نام آقای فرهادی، با اینکه این آقا خدا رفت کنم رحمتشون کنه، فکر کنم فوت کردن، با اینکه مثلا قد و جسه خیلی بزرگی نداشت ولی یه جذبه فراوانی داشت و مثلا ما از در راه نمایی سال سوم پاسم عدم تا آره به آقای فرهادی اونجا نطق میکشه نمیدونم فلان و خیلی آدم نایسی بود، از لحاظ شخصیت باش نزدیک میشدی ولی خیلی جذبه ای داشت و اینا. و یه مدیری هم داشت به نام قاضی، آقای قاضی هم فکر کنم یه 10-15 سالی مدیر این دبیرستان بود و این تیم خیلی مدرسه رو روپا نگه داشته بود و خیلی پیشران بود در زمینه علمی. این جناب آقای سلیمانی شده بود ناظم دبیر، تخصصش هم ادبیات و نمیدونم یه توهمی داشت، یه چیزی داشت که این پادگان درست کرده بود مدرسه رو و بشین نمیدونم چی داستان مد هزار چهره مدیری بود که اون قسمتش که تو کلانتری دیگه خیلی بگیر و ببند رو انداخته بود، این پادگان داد میزد دقیقا مثل اون مرد هزار چهره. من موقعی که مهران مدیر اونو پخش میاد دقیقا این سکانسسی زده این ناظمه میفتده و حتی مثلا برای خود من یه اتفاق افتاد که سر یه تکلیف تکلیف همون جا گذاشته بودم یا ننوشته بودم، من جا گذاشته بودم، معلم جبرم گفتش که آره چون تو همون اوایل سال بود تکلیفه ده، نمیدونم دقیقا نمیدونم ننوشتم یه جا گذاشته بودم. بعد این ناظم من فرستاد دفتر، بعد ناظم گفت نه ما اصلا بی نظمی ها چیز نداریم، چی میگن قبول نداریم، تو اصلا باید اخراجی اول سال مثلا اخراج کنی، مامان تو بابا مامان تو بگو بیا. من یک دو روز اصلا معلق بودم، گفتم دیگه دارن اخراجم میکنن، بعد یه فکری بکنم ببینم چه دیگه. یه خیلی مسخره بازی در آورد و دیگه مثلا برای خود من این موضوع پیش اومد، خب سعی میکردم یه خیلی با نظم باشم، رعایت کنم اینا، ولی همه اینها یه حالتی چی میگن یه حباب روی آب بود. مثلا همه بچه ها ممکن بود به خاطر این به قول میگم ادا اطفارای این واژه رو دارم به کار میبرم، خاطر ادا اطفاراش حالا اون موقع بهش احترام میذاشتن، ولی همه مترصده یه فرصتی بودن که یه جای به قول معروف توی کوچه خلوتی گیرش بیارن، شب هم باشه پدرش در بیارن. ولی دارم میگم مقایسه کنم با اون آقای جناب آقای فرهادی مدیر اون آقای قاضی، با اینکه منو جذبه داشتن ولی هیچ وقت کسی یه همچین حسی نسبت بهشون نسبت انتقام اینا نداشت. و جالبه مثلا یه خدا رحمت کنه یه آقای بیدانه آقای بهدادفر، ایشون هم یکی از ناظمای پر سابقه دبیرستان بود
و دبیرستان دو قسمت داشت، شمالی جنوبی. اول و دوم نظام قدیم بودیم، اول و دوم قسمت جنوبی مدرسه بودیم، دو سوم و چهارم قسمت شمالی مدرسه. قسمت شمالی که بچه‌های کم بزرگتر بودن آقای بهدادفر بود، که این آقای بهدادفر خیکل خیلی بزرگی داشت، یعنی ابعاد فکر کنم 2 متر قد داشت، پهن شونه فکر کنم 1 متر، 4 شونه خیلی بزرگ سیبیلی هم داشت و می‌خواستی سلام بشه اون یکم می‌ترسیدی، در این حد بود و مثلا بیرون می‌دیدی سلام می‌کردی یه فاصله در حدی بود که فقط صدات رو بشنوه، 10 متریش نزدیک‌تر نمی‌رفتیم ما هیچ کس. صبح که اصلا پیاده رو میرم همه بچه ها در شعایی از این حرکت میکرد. و این آقای بهدادفر هم معروف بود به آلفرد گاوکش، حالا دروغ یا راستش نمیدونم، میگفتن که مثلا در 20 سال پیش تو دفتر یه بچه ها اومده نمیدونم چی شده و خواسته تنبیه کده با خطی زده رو انگشته پسره، انگشته شکسته. من صحتش رو نمیدونم، حالا اگر بچه های ادب کسی این لایو این ویدیو رو میبینه یه همچین چیزی بود، حتی میتونم هم صحتش در بیارم چون پدر یکی از دوستان دبیر با سابقه اونجا بودن، جناب آقای شرقی هستن، جورشون سلام میکنم. خلاصه این آقای سلیمانی اومده بود ادای آلفرد گاوکش در بیاره. گذشت و حالا هر کسی به یه دلیلی از این جناب آقای سلیمانی یه کینه ای داشت. گذشت، تابستون شد و دیگه خیالمون راحت شد که مثلا حالا کاری نداریم باشون. یه شب موقع رانندگی من تو اون خیابونی که بودم دیدم که این آقای سلیمانیه با ماشینش، و فکر کنم هم از قبل دیده بودمش یا اون شب من کیشی کشیدم که میدونستم این چه ساعتی میاد میره خونه. فکر کنم اینطوری بود سناریو، میگم خاطره مال دقیقا نزدیک 30 سال پیش. خلاصه یه شبی ما دنبال ماشین این رفتیم، یه هیلمن بود و خونش رو یاد گرفتیم و تابستون بود، با همه بچه ها در ارتباط نبودن. و یکی دو سه تا از بچه ها که مثلا میدیدمشون تو محل اینا بهشون گفتم آره من خونه اینه بلدم. و یه دو سه روز بعدش اینم یه نفر زنگ زد و گفت آره من فلانی هم، از فلانی شنیدم که شما گفتی خونه اینه بلدم و این کجا ببینم باش قرار گذاشتم. و اول میخواستم ببینم این میخواد چی کار کنه، چون اول میگفت آدرس بده من برفتم، نه اول بیا صحبت کنم ببینم درجه خوشونتت چقدره، بعدا من چقدر بر عذاب وجدان میکشم. بعد خلاصه قرار گذاشتیم، اومد و دیده من شونه ها، گفتش که من گفت ماشینش کجا دوستم در خیاب، گفت من نقشه دارم برای ماشینش، میخوام تو ماشینش ترقه بذارم تو اگزوز ماشینش. گفتم بعد فکری نیست. بعد گفتم آره این مثلا ساعت تابستون مثلا 8 تا نیم آفتاب غروب می‌کرد، گفتم آره 8 تا 9 این میره خونه‌شون، صبح هم فکر کنم دیگه 7 تا 8 میاد میره میاد کجا اداره کجا میره. بعد گفتش که باشه. آقا ما یه شب ساعت 9 و نیم 10 رفتیم در خونه ایشون به همراه ترقه و به قول معروف از این ترقه‌ای که با سرنج و اکریم درست میکنن، معروفه به نارنجک و این چیزا. و من ماشین یه طوری پارک، من بدون گواهینامه رانندگی میکردم، حالا بعد ایراد نگیریم دیگه. خلاصه ماشین رو یکم با فاصله پارک کردم، حواسم بود به دور و بر، خوب بود که اون موقع دوربین نبود و بنا شاید کسی اومد مثلا من بوق بزنم این خودش جمع جور کنه. این با یه چوب رفت سمت ماشین این بند خدا و یکی یکی این ترقه رو هول داد تو اگزازش با چوب میزن برده. و اتفاقی گفتن بهش اومدیم، فردش با دو چرخی هست ساعتش نمیدونم شیشانی اینا، و رفتم نزدیک خونه این آقای پشت حالا شمشاد یه چیزی بود اونجا قایم شدم اینم چه اتفاقی میفته. ساعت 7 و خورده بود،
این اومد پشت ماشینش نشست، از این آدم ها بود که میخواست موتور ماشین رو داغ کنه، فکر دیزل سوار میشه. اومد پشت ماشین نشست، ماشین رو روشن کرد، شروع شد یکم گاز دادم، بعد این روی اگزاز نه پر بود، ماشین نفس نداشت، گاز میده. آره دو سه دقیقه گذشت، یک دفعه اینا منفجر شد. وای خدا، من فاصله هم دور بود، ندیدم حالتش پشت ماشین چطوری بود، ولی وقتی منفجر شد مثلا یه دقیقه طول کشید که این پیاده شد، از ماشین فاصله گرفت، مثلا اگه اینجا ماشین بود یه 10 متر رفت تو خیابون، از دور به ماشین نگاه کرد ببینه ماشین چی شده. اولش اومد جلو ماشین رو نگاه کرد، این اتفاق از جلوه، بعد رفت عقب ماشین رو نگاه کرد، دید نه انبار اگزوز پکیده. بعد فکر نکنم فهمید یا نمیدونم، شاید هم حد زد که یکی باشی یک کاری کردم. خلاصه آقای سلیمان، اگه این ویدیو به دست رسید و دیدیم بالاخره میخوای حلال کن، میخوای حلال نکن، ولی خیلی مدیریتت بد بود، خیلی ناظمیت بد بود، خیلی ها به خاطر شما ترک تحصیل کردن، اینه من میدونم، و با ترک تحصیل شما ممکنه زندگی خیلی ها تباه کرده باشی دیگه، خودتو خدای خودتو اینا. اینم کاری بود که ما دستمون برمید برای خنک کردن دلمون. یه شرمنده این کار کردیم در حد حالا توان بود، حتی اونجایی هم که تونستیم حاسم به ضرر نخوره، حالا اون موقع اگزوز ارزون بود، رفتی اگزوز هم تعمیر کرد، اگزوز هم پوسیده بوزی. حالا اگه اون سال تعمیر نمیخواست ساله بعد حتما میخواست، یه حالا حلال کن بخاطر اون و خسارت مالکی بزدیم، ولی خب بقیهش تقصیر خودت. واقعا چقدر تأثیر داره که کسی مدیریت بدونه، کسی منیجمنت بدونه، 4 تا کتاب مدیریتی خونده باشه، مدیریت سازمانی خونده باشه، همینطوری با داد و بیداد نهاد یه جای اداره کنه. و حالا این در تمام سطوح مملکت ما میتونه شامل بشه که با بگیره ببند و این چیزا نمیشه کاری از پیش برد و یه جایی تو رود برمیگرده. خب دوستان شاد باشید، ببخشید نالو خاطره نمیدونم حالا طنز تلخی بود، ولی خب این چیزی هست که بود و اتفاق افتاده بود. من داشتم با دوستامو در مورد نظم و انضباط این چیزا صحبت میکردم، یاد این خاطره افتادم براش گفتم و اونجایی که درجه خشونتش میخواستم ببینم چقدر باشه تا آدرس رو بدم، یاد این گفتن که برای شما هم ضبط کنم. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستاتون به اشتراک بذارید و در پناه حق شاداب و فیروز باشید. راحت.